همون لحظه قطع شدم جریان گپ زدنش، تلفنش قطع شد. اینجا پلیس آوردش، پایینش کردیم، گلونکش مکمل بریده شده بود. شوختر، بسیار با ادب، خیلی آبان ساکن، رفیق خیلی خوب بود. یک ماه گذشتم، پنج خبرنگار از استادیم. اطلاعات وزارت داخله، ما فکر میکنیم اگه اطلاعات بسیار خام. فردین امینی، یک جوان با ادب، یک جوان همکار بسیار نازنین ما بود. در مناسم خاکسپاری آقای فردین امینی هستیم، یکی از خبرنگاران موفق تلویزیون آریانا. منابعی که از حادثه امروز در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، خبرهایی که به نشر رسیده، گفته می‌شود آقای امینی به قتل رسیده شدن و عده‌ای هم می‌گویند خودکشی کرده است. تا به هنوز هیچ خبری، هیچ موضوعی تا به حال معلوم نیست که آقای امینی دست به خودکشی کرده زده است یا هم به قتل رسیده شده است. اما خبرهایی که در رسانه‌های اجتماعی هستن میگویند آقای امینی داخل موتر بوده در حال گپ زدن با گوشی، زمانی که بیرون میشه از داخل موتر به طرف کو میدوه و با سنگ نوک‌تیز گردن خودش رو میبره. اما برخی هم میگویند به صورت مرموز به قتل رسیده شده است. از مردم، از اقاربش میپرسیم تا ای که این حادثه ای امروز به خاطر چی بوده است. شما زنگ زدید که تو مرا گرفتن، نمیفهم کی گرفتش. قطع شد، همون لحظه قطع شدم جریان گپ زدنش، تلفنش قطع شد. دیگه هرچی که تماس گرفتیم و هر جایی که دوست آشنا و رفیقی گپا بود ما خبر نداریم. دیگه بالاخره باز جنایی ولسوالی شکردره برای ما تماس گرفت که برادر ما یک کسی را دالت زخمی پیدا کردیم از شرک میرغلام سر کوتل. دیگه شما میتونید شفاخانه نجیب صدیقی بیان اینجا. ما داجل دست پایکنده دویده رفتیم اونجا، دیدیم نبود دفتان. ما از داخل شفاخانه برآمدیم، دیدیم آوردی در رنجر پلیس آوردش، پایینش کردیم، گلونکش مکمل بریده شده بود و نهادهای دولتی ایره پنهان میکنن که میگی دست به خودکشی کرده. بچه نبود خودکشی کنه و تشویش نداشت، غم نداشت، رنج نداشت، کدام مشکل خانوادگی نداشت، بچه اجتماعی بود، به خودتون بهتر معلوم از خبرنگار بود. دیگه بچه پاک بود، بچه ما کدام کتی کسی دشمنی داشته باشیم یا خود از دشمنی داشت، او گپا نبود. بچه بسیار پاک، وظیفه یکش میرفت، پس میامده مخانه بسیار خوشبخت، آرام با خانمش، با پدرش، با مادرش، با برادرش صمیمی، با ما صمیمی، با هر کسی صمیمی بود. مشکل خاص نداشت با کسی. دیگه این حالا فکر کنم که نهادهای دولتی پنهان میکنن که خودکشی کرده. این غیر ممکن است، هیچ امکان نداره. کار میکنن که جرم خود پنهان کنن، از توانشان نبود، توانایی را نداشتن. امینی بچه متفاوت بود، شوختر، بسیار با ادب، خیلی آبان ساکن، رفیق خیلی خوب بود. بودن یک سال و یک ماه میشد از آمدنش به آریانا نیوز. اما یکی چطور اتفاق افتاده بگم، این بحث جدا هست که خب نهادهای هستن باید این رو بررسی کنن. اما امینی خودش باید بگم که آدم متفاوت بود، بیشتر از یک رفیق بود بر من، یک همکار خیلی خوب بود. اما یک چیز را سر ورم گفتنایش بسیار دردآور است بر ما، بخصوص بر من که با هر پیامش سر ورم این کار را انجام میتونیم، کار انجام میتونیم که این یگانه کلامش بود.
اما نمیدونم که بعد از او سرورم کی خواهد. تشکر. اطلاعات وزارت داخله ما فکر میکنیم اگه اطلاعات بسیار خام و پیش از وقت به جامعه تقدیم شده. حادثه اتفاق میفته 10 بجه یا بالاخره پلیس خبر میشه 10 بجه، 1 بجه وزارت داخله ما برای ادعا میکنه که یک خودکشی است، بدون از اینکه تحقیق درست صورت بگیره و سقم و سقم یا حادثه معلومات بتن یا بگیرن. ما با این اعلام وزارت داخله موافق نیستیم، اصلا نمیتونیم که قبول کنیم، بگیم که یک قضیه خودکشی بوده. بدون شک نهادهای امنیتی بخصوص وزارت داخله زمانی که میخوایم و ناکامی های خود پنهان کنه و معلومات اقوا کننده میتونم، من متاسف هستم. وزارت داخله باید به عنوان یک ارگان بسیار بزرگ امنیتی کشور معلومات درست کافی و تحقیق شده را برسانه آده، نه معلومات اقوا کننده و معلومات خامه که باز فردا اگه این پروسه تحقیق شده اولین نامبدی که میایه به گردن وزارت داخله میایه، چون معلومات خام و اقوا کننده را برسانه آده. هیچ ما قبول کرده نمیتونم که یک کس همراه سنگ گردن خدا ببره. ما باور دارم که شما همینجا هم که هستین، ما به این فکر هستین که ناممکن هم است که یک آدم چطور میدونه همراه سنگ گردن خدا ببره خودش، و این نیاز به تحقیق جدی داره. ما خواهان تحقیق جدی از این قضیه هستیم، این قضیه باید روشن شوه و دولت بیش از این قضایه را بیشتر معطل نسازه. شما میدانین که در یک ماه گذشته در حدود 4 تا 5 کارمند رسانه‌ای در افغانستان شهید شده و تابال سرنخ هیچ کدامش به گونه درست و واقعی هیچ پیدا نشده و به دست نامده. به گونه مثال قضیه یماس چاوش هم میتونم مثال بتون که یک ماه میشه شما رسانه ها تمام اهالی مطبوعات افغانستان این موضوع را هر روز پی هم تعقیب میکنین، اما متاسفانه تابال هم نوار تصویری یا سی سی تی وی که بانک مرکزی در خود داره در دسترس رسانه از طریق نهادهای امنیتی قرار نگرفته. این خود نمایندگی از این را میکنه که دولت آنچنانه که باید تحقیق کنه تحقیقاتش بسیار جدی و همه‌جانبه باشه، متاسفانه نمیکنه. فردین امینی یک همکار بسیار خوب ما بود، تقریبا در حدود بیشتر از یک سال میشد با ما کار میکرد و گرداننده بسیار خوب تلویزیون بود. از کارش ما پیوسته راضی بودیم. کدام مشکل کاری و نقصه کاری در کار فردی نمینی من نیده بودم، یک جوان بسیار باستعداد بود. فردین امینی یک جوان با ادب، یک جوان همکار بسیار نازنین ما بود که متاسفانه در یک نمیفهمم برش چی نام بتم، اما متاسفانه جان باخت. ما از نهادهای عدلی و قضایی و از ما از نهادهای امنیتی درخواست ما ای است که پرونده جدی بررسی شود و چیزی که گفته شده برای ما قابل قبول نیست. او نیاز به بررسی های بیشتری داره که ما علت جان باختن ای جوان رشید را بدانیم. یک بچه بسیار مؤدب، یک بچه همیشه که خیرخواه بوده، در بین قوم عمل اینه که مخالف چیز باشه در بین جوان ها به چیز است، رواج است، کدام سگریت نسوار چرس چلم هیچ عادت نداشت. در فامیل خود بسیار باید این قابل احترام در بین فامیل هم بود، در دوست ها هم دوستش داشتن، در بین همکارای خود هم بسیار مهربان بود. همیشه کاری میکرد که اینه به خیر مردم و به نفع جامعه باشه، کاری نداشت که
این خدا نخواسته شما طوری خودتان هم میدانید که یک بچه تحصیل کرده بود و در مطبوعات کار کرده بود، همیشه واقعیت ها را بیان میکرد، کوشش میکرد که امو مشکلاتی که در بین مردم است امو را برملا بسازه. در تلویزیون هم همکارایش همراهش روی بسیار خوب داشتن، با طوری که خودتان میدانید نفع از مطبوعات هستین، از ما که بیشتر در صحنه کاریشان شما آشناستین. بچه بود که در بین دوستای خودم کلگی دوستش داشت، اقارب و دوستا هم بسیار مهربان بود و به پیش اقاربش هم نور چشم بود. هیچ کنم دمی سنی که رسیده بود کنم عملی که این خدا نخواسته کسی را جریه دار ساخته باشد عزیزده نشده بود. فکر میکردم وزارت داخله بدون از اینکه تحقیقات خود تکمیل بکنه اینطور یک حرف زده که ما از دید ما نادرست است، به دلیلی که وقتی که یک وزارت مثل وزارت داخله یک مقام رسمی موقف رسمی خود اعلام میکنه، خیلی مهم است که اونا تکمیل و سنجیده حرف بزنن. ما فکر میکنم که خب خیلی نیاز است که تحقیقات خیلی جدید در این زمینه صورت بگیره، بخاطر که یک واقع نبوده، ما چندین واقع نداشتیم. در مثال در ظرف یک ماه گذشته 5 خبرنگار را استفاده کردیم، خبرنگار و کارمند رسانه ای که ای ما جدا میخواییم که به صورت همه جانبه و به صورت دقیق تحقیق شد و نتایجش با ما شریک ساخته شد، به دلیلی که از این بیشتر دیگه قابل قبول نیستن. اگر این روان متوقف نشه ممکن که یکی از کلانترین دستاورده افغانستان ها که برات از آزادی رسانه ها آزادی بیان از دست است. پین کابولیو، تشکر از اینکه ما را برای دیدن انتخاب نمودید. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب پین کابولیو را سابسکرایب نمایید و اگر از زن برنامه های ما لذت بردید لایک نموده علامه زنگوله یا نوتیفیکیشن را بفشارید. و در ضمن نگفته نماند برنامه های بعدی ما منتظر چشمان زیبای شما هستند، حتما ببینید.